فقط شما سخنرانی رو گوش دادی و فکر میکنی که نکات برجسته این سخنرانی چی بوده در واقع؟ فرشاد این واقعا یک سخنرانی تاریخی بود سخنرانی بود که برای مدت ها راجبش صحبت خواهد شد و به عنوان یک رفرنس تاریخی ازش یاد خواهند کرد توی این سخنرانی پوتین مثل کسی به نظر می اومد که انگار 20 ساله میخواد یه چیزی رو بگه ولی توی سینش نگه داشته بعد یک باره می بیرون در حدود یک ساعت بدونی که از روی نوشته به خونه خیلی به صورت خوب صحبت کردش درباره تاریخ اوکراین صحبت کرد همونجور که آمنت گزارشش گفتش و اینکه مردم اوکراین و روسیه یه تاریخ تنیده با هم دیگه دارن و اصلا دولتی به نام دولت اوکراین وجود نداشته و جمهوری اوکراین ساخت و پرداخته لنین بوده و خیلی زیرکانه گفتش که خب اگر اوکراین میخواد کمونیست زدایی بکنه پس این ایده لنین رو هم بعد به گور ببره گفتش که دولت فعلی اوکراین یک دولت دست نشانده غرب هستش حتی عروسک خیلی شب بازی اونا رو ازشون و ادعا کردش که اسلامگراهایی که در جزیره کریمه فعال هستند به دولت اوکراین رب دارن از همه مهمتر هم که تو که بازم تو گزارشتون گفتین گفت روسیه استقلال جمهوری های لوهانسک و دونتسک رو به رسمیت شناخته و این چیزی بوده که کشورهای غرب و خیلی نگران کرده ما یه ویدیو هم در همین زمینه در بچا درست قبل, قبل از اینکه قبل از بریم به ویدیو چون در اواخر سخنرانیش هم به آخرای سخنرانیش برمیگرده میگه که وقتی که شوروی فروپاشی کردش ما میتونستیم که متحد و دوست غرب باشیم ولی نه تنها غرب با ما دوستی نکردش بلکه دشمنمون شد بعد میپرسه چرا دشمنمون شد و خودش جواب میده که برای اینکه غرب نمیخواد که یک روز کشوری به وسعت روسیه قدرتمند و قوی باشه ولی همونجوری که گفتین از همه جالبتر جلسه بود که با اعضای شورای امنیتش به صورت زنده از تلویزیون پخش شد پس بریم ویدیو رو ببینیم برگردیم. باز تو در مورد همین شما پیشنهاد می که روند مذاکرات رو شروع کنیم؟ اه، نه اه، من حمایت خواهم کرد یا استقلال این جمهوری ها رو به رسمیت بشناسیم من حمایت خواهم کرد روک صحبت کن من پیشنهاد به رسمیت شناختن رو تایید خواهم کرد حمایت میکنی یا حمایت خواهی کرد روک و واضح بگو من تایید میکنم این... پس بگو من تایید میکنم این... اینو گفتم پیشنهاد پیوستن اونها رو به روسیه تایید میکنم ما درباره این حرف نمیزنیم این موضوع بحث ما نیست موضوع حرف ما اینه که استقلال این جمهوری ها رو به رسمیت بشناسیم یا نه بله همین که گفتین یعنی پیشنهاد به رسمیت شناختن استقلال اونا رو تایید میکنم عالی بشین لطفا ممنون واقعا حیرت انگیزه کسی که اینجا نشون دادین سرگئی نارشکین رئیس اداره جاسوسی خارجی روسیه هستش بعد اونجا به تته پته افتاده و پوتین ازش میپرسه که آیا استقلال این جمهوری ها رو حمایت میکنی بعد نمیدونه چی بگه بعد میگه پوتین بهش میگه رک صحبت کن بعد میگه که من اصلا میخوام که اینا زمیمه روسیه بشن که پوتین میگه نه ما راجب زمیمه شدن صحبت نمی کنیم فقط راجب استقلال شدن بعدش هم میگه برو بشین خیلی خیلی چیز اصلا دست یه،, دست. یه, چیز خارق العاده ای بودش هدف پوتین چی بود از این سخنانی؟ به نظر من دو تا هدف داشت یکی اینکه یکی یکی اومد اعضای شورای امنیت ازشون پرسید که چی فکر میکنین که این باعث بشه که همه اینا یه مسئولیت مشترکی داشته باشن که اگر فردا اوضاع خراب بشه مثلا همین رئیس اداره جاسوسی خارجی بعد نگرده من اون موقع من مخالف بودم و اینا که همه رو تو تلویزیون نشون داده که گفت که همه شما موافق بودین پس همه ما مسئولیت مشترک داریم اگه وضع خراب بشه همه ما باید این مسئولیت رو قبول کنیم یکی هم داره به مخاطب خارجیش داره میگه میگه ببینید چون پوتین آدم بسیار ریسک ریسکاش خیلی حساب شده استش قدم به قدم جلو میره دلست. میگه که ببینید ما فعلا فقط داریم استقلال این جمهوری رو به رسمیت میشناسیم قدم بعدی زمینه کردن ما هنوز اینا رو زمینه نکردیم ولی ممکنه این زم... زمینه کردن قدم بعدی باشه اوکی سپاسگزاریم از صبرت سپاسگزارم